حال رسیده رو به هدف توضیح کنم. گروه، فرید، گوش زدن مردم، دیپلماس بازی در آوردن، دیپلماس بازی در آوردن، نتون از اسلام بمونه. از همون روز اولی که با علی بیعت کردن قبول، هرکی میخواد بیعت بکنه، هرکی میخواد نکنه آزاد. بعدم مغیرت ابن شعبه این داهیه رئیس سیاست مدار عرب، زیاد ابن عبی، دیگران آمدن گفتن یا امیر المومنین با چند جبهه نمیشه به جنگی. یک جبهه در مکه کمین کرده، طلحه و زبیر رفتن اونجا و ام المومنین عایشه را از خانه بیرون آوردن. یک جبهه در بصره تشکیل شده، یک جبهه در شام، در داخل کوفه هم، مدینه هم جبهه های مختلفی تشکیل شده. نمیشه با همه جبهه ها به جنگید. یکی از اینها رو، دو تا از اینها رو، خواهش ها، درخواست هاشون رو تأمین کنید تا در یک جبهه باشید. این طلحه و زبیر به یه مقداری دستی به سر کله اینها بکشید، وعده یه ولایت و حکومتی به اینها بدید، وعده بدید فعلا با اموال شماها زمین‌هایی که قصد کردید در زمان عثمان کاری ندارید. تا مسئله معاویه که در دهنه شام مرکز گرفته و دهنه روم حل بشه، بعد به اینها برسید. اینها چیه؟ اینها توجیه وسیله است. یعنی به هر وسیله ای متوسل بشو برای اینکه چند روز بیشتر حکومت کنی. فرمود نه، یک روزم من حاکم باشم نمیتوانم یک ناروایی روا بدارم، مسامحه ای بکنم. اینکه سیاستی است، سیاست دنیا این حرفا نیست، ولی سیاست اسلام اینه. سیاست اسلام سیاست صداقت، صراحت، بعد تمام سیاست های دنیا. علی نمی توانست با اینها مسامحه بکنه، نمی توانست اینها رو وعده و وعیدی بدهد و سر جاشون بنشاند. چرا نکرد؟ برای اینکه اسلام که مظهرش علی است، میزان اعمال است، نمی تواند به هر وسیله‌ای به هدف که ادامه حکومت است برسد. دست از همون روز اول در خطبه اول فرمود تمام این انباری که قصد بده اگرچه به کابین زنها در آمده باشه و کنیزها خریده شده باشه، همه را از دست اینها خواهد بود. این اعلام خطر، اون صراحت، اون صداقت با هر کسی اون چه که واجب بود و لازم بود میگو، نه اون چه که مقتضای سیاست وقتی. این سیاست اسلام. اگر ما مسلمان سیاستمون اینه، گرچه شکست بکنیم ولی حق شکست خوردنی نیست. همونطور که علی شکست نبود، کشته شد ولی شکست نبود. ما میخوایم مثل سیاست مدارای دنیا فریبکاری کنیم و بازی در بیاریم و ابطال بکنیم و وعده دروغ بدیم و گول بزنیم و این جهت وعده آبونان بدیم و عمل نکنیم؟ این دیگه سیاست اسلام نیست. انقلاب ما انقلاب اسلام.